دوستان و شنوندگان عزیز، اینک ارتباطمون با آقای بنی‌صدر برقرار شده و از این لحظه به بعد تلفن ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود. آقای بنی‌صدر با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و با تبریک تولد مسیح که گفته می شود در این روز هاست به شما و خانواده و همچنین بر مسیحیان جهان و بالاخص ایران به رادیو اصل جدید خوش اومدید. با سلام شما و هموطنان گرامی و تبریک سال نو مسیحی به همه انسانهایی که مسیحی هستند، اونایی هم که نیستند و به خدا باور دارند، مسیح رو پیامبر می دانند، پس به اونها هم تبریک. خیلی ممنون. عوضت ما موضوعی که اعلام کردیم با شما در میان بذاریم، موضوع آیا استبداد سرنوشت مختوم ایران هست؟ و در این رابطه هموطنان عزیزمان برای ما سوالاتی مطرح کردن که با شما مطرح کنیم و اهم و مهم را با ما و با شنوندگان در میان بذارید. و یادآوری می‌کنم شنوندگان عزیز، این مصاحبه از لایو اینستاگرام آقای بنی‌صدر با آیدی @ایبنی‌صدر هر هفته به صورت زنده پخش میشه. آنصد رژیم حتی اجازه برگزاری مراسم 40 شهدای جنبش آبانماه که سخنگویان خامنه‌ای آن را هجامت نظام خواندند را نداد. به نظر شما قدم بعدی چه باید باشد؟ دو، کسانی که دیروز اصلاح طلب بودند و انقلاب کردن را فاجعه می‌خواندند، حال نه تنها سخن از انقلاب می‌زنند بلکه خشونت و وابستگی را تجویز می‌کنند. علت این تغییر به نظر شما چه می‌تواند باشد؟ و سه، عده دیگر از اهل سیاست نیز تلویحاً دموکراسی را مناسب ایران نمی‌دانند و مدل چینی را پیشنهاد می‌کنند. علت این نظر در حال حاضر چیست؟ بفرمایید آقای بنی‌صدر. عرض کنم که این که ایرانی ها لایق دموکراسی نیستند، فرهنگ دموکراسی ندارند، بنابراین باید استبداد داشته باشند، امر تازه نیست. استبداد رضاخانی رو همین استدلال توجیه میکرد. در دوره شاه سابق یک رشته دیدارها آقای علم انجام میداد با اللهیار صالح که اون زمان رهبری جبهه ملی رو داشت و ما هم می رفتیم پیش ایشون صحبت از این که چی گفته شده چی شنیده شده. از جمله ایشون گفت که آقای علم آمده می گوید شما از من می خواهید، یعنی جبهه ملی از شاه می خواهد پادشاه سوئد باشد، مگر مردم ایران مردم سوئد هستن که من هم نقش پادشاه سوئد رو داشته باشم؟ این مردم لایق دموکراسی نیستن و دیکتاتوری میخوان و این دیکتاتوری هم که من دارم این ایران رو به طرف تجدد میبرد، مدرنیته. حالا ایشون آقای صالح به سوال در میان گذاشت که خب پاسخ این آقا چی باید میدهیم ما بدهیم؟ من گفتم به این که صحبت آقای شاه، وقتی گفتیم شاه، به این میماند که بگویی خب این مردم ایران بیسوادن، چون بیسوادن مدرسه لازم نیست. مردم ایران که مثل مردم سوئد نیستن که شما براشون کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و اینا ایجاد کنید. مردم بیسوادن، درست هم میکنی کسی نیست برای اونجا درس بکنه. حال این که یک جامعهی که به قول ایشون فرهنگ دموکراسی ندارد، بیشتر از مردم سوئد مستحق این است که دموکراسی داشته باشه و این فرهنگ رو پیدا کنه. بلکه با در دیکتاتوری که فرهنگ پیدا نمی کنه. پس مسئله تازه نیست. حالا اخیراً هم شنیدم یه کسانی که از اونها این انتظار نمی رفت، اینها مبلغ این شدن که خب مردم ایران فرهنگ دموکراسی ندارن، دیکتاتوری صالح مناسب تر است براشون. خب این بالاخره این تا صبح قیامت آیا این مردم چون فرهنگ دموکراسی ندارند باید در استبداد بزیند؟ این سوال باید اول جواب بدن. اگر نه، این مردم حق دارند در استبداد زندگی نکنند، راه روشش کدامه؟ راه روش کسی که سواد ندارد این است که به او سواد بیاموزی. فرض کنیم که شما راست میگویید و فرهنگ مردم ایران فرهنگ دموکراسی ندارند، این راهکارش این است که بیشتر امکانات زیست دموکراتیک رو
در اختیار اون مردم بگذارید، بیشتر رابطه ها را با حقوق تنظیم بکنیم، بیشتر دولت حقوق مدار بشود، بیشتر ساختار نظام اجتماعی بازتر بشود تا این نیروهای محرکه بتونن در جامعه فعال بشوند و نظام رو باز هم بازتر کنن، به ترتیبی که این جامعه رشد کند در دموکراسی. حالا این تا اینجا من گفتم، حالا بیایم این فرهنگ دموکراسی چیست که مردم ایران ندارن؟ شما یه مدعی هستید، چیه این فرهنگ دموکراسی که مردم ندارن؟ این دموکراسی بر اصل انتخاب، شما اگه مطالعه نکردید، من یک عمر 30 ساله رو صرف این کار کردم، تا امروز حدود 12 جلد از توتالیتاریسم و ارکان دموکراسی و رهبری در دموکراسی و عدالت اجتماعی و رشد که این جلد سوم رشد تازه تمام کرد. خب الان تو همین غرب سنجش های افکار جدید انجام دادن، یک اکثریت 70-80% خود بیشتر جوان بی اعتنا شدن به این دموکراسی. چرا؟ فرهنگ ندارن فرهنگ دموکراسی و بی اعتنا شدن. تو همین فرهنگ دموکراسی نیست که آقای ترامپ شده رئیس جمهور. دلیلش این است، دموکراسی اون بانیانش هم اینطور گفتن، برای اینکه به فساد آلوده نشود، دوباره به استبداد باز نگردد، این باید مرتب پرستاری بشه. در حال حاضر چون این پرستاری به عمل نیامد، پرستاری هم این است که همونطور که گفتم انسان‌ها بیشترین امکان رو پیدا کنند برای برخورداری از حقوق و رابطه ها رو هم حقوق تنظیم کنه، تا این دموکراسی جاذبه داشته باشه، کارایی داشته باشه و همه بهش اقبال کنن. فرهنگ دموکراسی این است، چیز دیگه نیست. تازه این آقای آلن تورن کتاب نوشته، جامعه شناس فرانسوی، دفاع از مدرنیته، میگوید آقا ما تعریف جدید باید بدیم از این تجدد. تعریف جدیدی که ایشون میده میگوید چیست؟ این است که انسان وجدان پیدا کند، شعور پیدا کند، آگاهی پیدا کند، بر این که من حقوندم، من انسان صاحب استعداد خلقم. اون تعریف پیشین بر مبنای قدرت بود، کار به بن‌بست کشونده. چرا امثال آقای ترامپ انتخاب می شوند؟ چون بیشترین رابطه ها رو قدرت تنظیم می کنه، یعنی فرهنگ ضد دموکراسی، یا بگیم ضد فرهنگ قدرت. خب حالا شما به مردم ایران کی حقوقشون رعایت کردید و مردم گفتن الا ولله ما نمیخواهیم و ما همون بنده زوریم؟ کی بوده این؟ مردم ما در یک قرن 3 دفعه که انقلاب کردن. حالا به سابقه تاریخی دموکراسی در جهان هم برویم، یکی از قدیمی ترین دموکراسی هایی که بشر به خودش دیده در ایران بوده، در همین غرب ایران. تمدن سومری دموکراسی بر پایه مشارکت داشته، در جنوب عراق امروز بوده. دموکراسی نه بر پایه انتخابا، بر پایه اشتراک، حدود 5000 سال پیش بود. خب در اون نظام تولید ایرانی هم قبل از اینکه این اقتصاد مصرف محور بشود، شیوه تولید و شیوه توزیع بر مبنای حقوق بود. حالا از بیرون این ارباب به عنوان نماینده قدرت میرفت اونجا، یک برداشتی میکرد از اون تولید، ولی اگر خود تولید رو میخواستی با قدرت تنظیم کنی ناممکن میشد. نه، همه سنت هاییست که ایرانی ها داشتن، این دینی هم که ایرانی ها داشتن، این ملا تاریا تبدیل کرده به بیان قدرتی که کار فضاحت رو به اینجا رسونده. تماشا بکنی اون حجامت رو، میگفتن آدمایی که خونشون کثیف میشد حجامت میکردن که خونشون تمیز بشه. حالا اگر رژیمی محتاج حجامت شده، یعنی پس خونش کثیف شده، باید که خودش رو حجامت کنه. نخیر، میده جوانهای مردم رو میکشه. اینم نوع جدیدی از حجامته و این ماهیت این استبداد رو شما میگه. استبداد یعنی قدرت خودکامه. قدرت از چی دیگه پدید میاد؟ از تخریب. چه کار میکنه؟ تخریب. گفته دیگه، خیلی روشن واضح میگه این جنبش آبان ماه، کشتارهایی که ما در این ماه کردیم، این هجامت رژیم بوده.
خون پاک جوانها باید بریخته بشود که این رژیم حجامت بخواه بکنه. در یک صحبتی توضیح دادم این رو، الان مجال تفسیرش نیست. جهان دو نوع استبداد به خودش دیده، یه استبدادی که از آینده خرج میکنه، در حال حاضر چون از اون آینده خرج میکنه اون تخریبا که انجام میده چی اونا سر جاش اونا در آینده معلوم شه، یه کارایی هم میکنه که فرض میگوین به این که آقا این مثلا استالین این کارا رو هم کرده یا فلان شاه ایران این کارا رو هم کرده، اصلاحات کرده. یه استبدادهایی هست که نه، از همه حال میخوره. استبدادی که الان بر ایران حاکمه از این نوعه، هم که آن که الان ایران دارد رو میخوره، پیشخورم میکنه، اما اونی که الان داره تخریب میکنه. نگاه کنید این طبیعتشه، 60 میلیون خودش میگه فقیر داریم، اون بودجهشه، اینم که حجامتش. حالا به مناسبت اینم بگم که یاد خیر بشود از دوستم نورعلی تابنده، ایشون تازه از دنیا رفته، به اعتباری که من عرض میکنم در مرگ پیروز شده. چی کرده ایشون؟ این که این طرز فکری که خود او و دراویش گناه‌آبادی دارند این رو به خدمت قدرت در نیاورده، همین، و این کار بسیار بزرگی. بابت این سرکوب و فشار و برزت این گروه این جمعیت انجام گرفته دلیلش اینه. اگر نه به خدمت در می آورد و به توجیه ولایت مطلقه می گمارد و براش توجیهات عرفانی می تراشید، او الان بیا ببین چه خبر بود. این استقلال و آزادی خود به عنوان انسان و ملت خود و کشور خود وفا کرد. کار این هم کار ساده نیست. نگاه کنید دیگه، به خدمت بیگانه در آمدن تازه طرف طلبکارم میشه. بله بله باید از بیگانه پول گره، بله باید از بیگانه کمک گره. با کمال جسارت میگوید که مردم ایران کجا با تحریم ها مخالفت کردن، در همچه وضعیتی کسی به اشتبر استقلال و آزادی در تمام عمر میشه بر مرگ پیروز. خب حالا این روحانیون ما که دفاع از استقلال یکی از چهار وظیفه بنیاد دینی بوده در ایران، نهاد دینی بوده، شما روحانیون اگر به همین مقدار عمل مقدار که مقدار عظیمیه، اما اگر شما هم مانع از این می شدید که دین به خدمت قدرت در بیاد، ما الان این سوال جوابا رو نداشتیم. نکردید. هر جنایت این رژیم کرد یه عدتون توجیه کردید، یه عدتون هم سکوت کردید. این دوتا یکی ایستادن بر اینکه مرام رو به خدمت قدرت در نیاره، یکی که در میاره، به این دوتا در یک زمان انجام گرفته. پس ماندگار هر دو در تاریخ ایران میمانه. خب حالا که این دینی که داریم، اسلامی که داریم، تنها کتاب دینی است که خدا رو حق میخواند، هوال حق، حقوق انسان کاملش هم تو همین قرآن است. این کتاب در آوردم به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، تا به حالم نه یک اسلام شناس ایرانی و غیر ایرانی و عرب و غیر عرب و اروپایی و غیر اروپایی نتوانست بگوید به اینها تو قرآن نیست. همونه تو قرآن کاملتر، بسیار کاملتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر. خب فرهنگ چیه؟ خب داریم اینا رو، داریم چه از یاد رفته، جاش داده به چی؟ دینی که مبنا و اساسش اوجب و واجباتش شده ولایت مطلقه آقای خامنه ای، تا این حد از خود بیگانه شده. اینه درستش کن، قدرت رو نفی بکن. گفتم که الان مسئله در سطح جهان طرحه، تنها در مورد ایران نیست. اینکه جامعه ها نیاز دارن به وجدان، به حقوق، برای اینکه جانشین قدرت بشوند حقوق در تنظیم رابطات، نه مسئله تنها ایرانه، مسئله جهان است، به لحاظی که جهان در قرار گرفته در برابر یک واقعیت، اونم پویایی مرگ است، مرگ طبیعت، مرگ منابع موجود در طبیعت، در نتیجه مرگ زندگی. قدرت هرگز در هیچ تاریخی نساخته. الگوی چینی که میگویید، اون مقدار که از این قدرت تخفیف
داده شده، فضا ایجاد شده، آمده جلو. از به اصطلاح چیزهای عجیب غریب دنیا اینه، دولت کمونیستی در خدمت سرمایه داری خصوصی. حالا هم خصوصی اونجا تو چین، هم خصوصی از همه ارتش سرمایه داری داره، همه جورش اونجا هست. حالا این در ایران شدنیه؟ این دوره آقای هاشمی رفسنجانی قرار بود بشود دیگه، اگر شدنی بود که میکردن، که شدنی نبود و نکردن. چرا؟ به دلیل اینکه اون مرام کمونیستی جهت عملش آینده است، این مرام این آقایان جهت عملش گذشته است. همونطور که گفتن این فعلا تخریب میکنه، الان نخواد تخریب بکنه نیست. خود شما ببینید این ولایت مطلقه و این دستگاه های سرکوب و سپاه و بسیج و و و و و این اموال رهبری و این همه که اقتصادی که از مهار اقتصاد کشور خارج است، جدا از حساب کتابش شماست. شما حالا میخوایی اینو روش بدید، چکارش باید بکنید؟ باید این ساختارشو تغییر بدید دیگه. الان شما همین بودجه امسال این حکومت نگاه کنید، آقا شما آمدی یه بودجه که از بودجه سال پیش هم بیشتر هست و هیچ منبعی هم ندارد، خب خرج میکنی، یعنی از جایی که نیاوردی اینو خرج کنی که داری با قرض خرج، یعنی تخریب میکنی دیگه، این فعلا داری تخریب میکنی. حالا آینده هم نسل بعدی هم باید این قرض عظیمی که تو براش ایجاد میکنی بابتش زندگیش تباه میشود، اونم با آینده مربوط. استعداد این چیزی غیر از این نیست. پس اگر شما بخواهی فرهنگ به دموکراسی پیدا کنی، قدم اول نفی استبداد است. حالا ببینیم در جاهای دیگه چطور شده. مثلا فرانسوی ها دموکراسی پیدا کردن، انگلیس ها قبل از فرانسوی ها. حالا مال امریکایی ها خیلی سرراستر بود، اول برای اینکه با جنگ استقلال همراه شد، لدل ورود دموکراسی لیبرال برقرار شد. اما در انگلیس و فرانسه نه، دست به دست شد. انگلستان در فرانسه انقلاب شد و بعد بناپارت آمد و بناپارتیست و استبداد و بعد اون شکست خورد و آخر سر نوبت به نوش رسید و او شکست خورد و اوه تا بشه این که الان شده 200 سال طول کشید. همش هم که نگاه بکنی با این مبارزه مداوم مردم فرانسه با استبداد بوده. استبداد زمین ساز دموکراسی فرانسه با خودش ندیده. حالا آلمان هم دموکراسی داشت که توش این نازیس پیدا شد، توتالیتاریسم. خب بگیم که مردم آلمان فرهنگ دموکراسی نداشتن، گرفتار توتالیتاریسم شدن، یه سوالیه دیگه. اونی که این هزار رو مینویسه خودش به خدمت قدرت در میاره، حقیر میکنه، کوچک میکنه، حیف از او هر که هست. بس خودش بپرسه چطور شد در دموکراسی آلمان که اون زمان میگفتن نسبت به بقیه کشورها پیشرفته تر هم بوده، این توتالیتاریسم نازی که از کجا سر در آورد؟ فرهنگ دموکراسی نداشتن، پس اون دموکراسی چجوری داشتن؟ داشتن و این شد. این همینه که الانم به صحبت این هست که راست افراطی تقویت می شود به دلیل این که رابطه ها رو بیشتر قدرت تنظیم می کنه، یعنی استبداد در سطح رابطه فرد با فرد داره عمل می کند. این فساده، این میتونه توتالیتاریسم رو در دل دموکراسی ایجاد بکنه که کرد. میخوای که این نشود، در سطح قاعده جامعه، در پایین، این پایین باید از این فشار بالا، از این زور که این دو تا جریان ایجاد کرده، یه جریان این که از پایین میستانه میبره بالا، یه جریان این که هرچه اون بالا به اصطلاح لازم میبینه به این پایین تحمیل میکنه. این دوره پهلوی همین بوده، الان هم همینه. نیروهای محرکه رو از جامعه میگیره، ثروتهای ملی که متعلق به همین مردم است میگیره. تا دیروز اینا مستضعف میزنن، میگفتن ما نمایندگان مستضعفانیم، حالا اون مستضعفان رو ناسزا بهشون میگن، میگن این حاشیه نشینی های شهرها. عجب وقاحتی، یه مردم بیسواد و و و و و و حاشیه نشینی های شهرها. اینها هستن که باید صاحب حقوقشون بشون، اینها هستن که باید وجدان پیدا کنن به حقوقشون. دانشجو، دانشگاهی، معلم،
به این حقوق اول خودت وجدان پیدا کن، بعد هم به این مردم این رو یادآور بشو که شما به عنوان انسان این حقوق را دارید. این میشه تحول. اون وقت رابطه ها از پایین تنظیم میشه با حقوق و استبداد از میان میرود، ولی دلیل وجودی دیگه، علت وجودی دراش نمیمانه. شما که شدید نظریه ساز استبداد لختی بیاندیشید، اون دوره هم سر آمد. یعنی دیگه الان در این دنیا از زور و قدرت نوع استبدادی غیر استبدادیش کار ساخته نیست. پیشاروی این پویای مرگ دوباره عرض می کنم، یا وجدان پیدا می کنیم با خود به عنوان حق بند مجموعی از استعدادها، یا تن باید بدهیم به مرگ. ما زندگی را انتخاب کردیم، مردم ایران می باید زندگی را انتخاب کنند، پویایی زندگی رو جانشین پویایی مرگ کنند. چرا ما الگو نباشیم برای بشر؟ شاد و پیروز باشید.